سلام دوستان، خسته نباشین. سلام. اگه امکان داره یکی از شما توضیح میده که برای چی جمع شدین امروز؟ شما متوجه منظورتون نمیشم. مثلا شما داریم میگید keep families together، بعد خود من الان 6 ساله که پدر بزرگی که تمام زندگیشو گذاشت که من بتونم بیام اینجا دکترا بخونم نمیتونم ببینم، به خاطر اینکه الان این دوربین جلوی دست منه و اگه برم ایران اولین نفری که منو میبینه همین سپاهیه که شما اومدین اینجا دارین خونشوری میکنین، خونشو پاک میکنین، خون مردم ایران رو دارین شما پاک میکنین با همین تابلوها، با همین بنرهایی که دستتونه. سوال من از شما اینه، چرا الان جلوی دفتر حفظ منافع ایران نیستین؟ آیا واقعا این تقصیر دولت آمریکایی که نمیخواد تروریست‌ها رو راه بده داخل ایران؟ این چه حرکتی؟ چرا صدای مردم ایران نیستین؟ شما خیلی راحت صدای سپاه میشین ولی صدای مردم ایران نمیشین؟ کی صدای سپاهه؟ شما دارین که در مورد چرا خاموش کنم؟ شما دارین از آزادی بیان آمریکا استفاده میکنین که صحبتتون رو برسید بگین سپاه تروریست نیست. چی میگه؟ شما اومدین ما همچین حرفی زدین، اصلا کاری به کار سیاست دارین؟ این سیاسی نیست، جلوی خاک سفید شما وایسادین میگین سیاسی نیست. خب خانواده من چی؟ پدر بزرگ من که 80 شه، به شما چه؟ بله الان پس برای چی من اینجا؟ این به شما چه؟ از کسی که باید بخوای میخوام. خب برای چی شمایی که دوست داریم با سپاه همکاری بکنین؟ شما آمریکایی هستین بعد با سپاه هم همکاری میکنید، خیلی هم عالی. بعد از دولت بایدن میخواین که چشش جلوی کشتار مردم ایران. چرا در مورد آبادان چیزی نمیگین؟ چرا در مورد فساد داخل کشور چیزی نمیگید؟ تمام مشکل مردم ایران اینه که کسایی که توی سپاه سربازی رفتن نمیتونن بیان اینجا، خانواده ها رو دور هم نگه داشتن اینه که کسایی که توی سپاه بودن بیان آمریکا ولی من که ایرانی هستم نتونم برم ایران، یا اینکه برم مستقیم برم توی زندان، نه پدرم رو ببینم نه مادرم رو ببینم نه پدر بزرگم رو ببینم، مستقیم برم توی زندان های سپاه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دارم حرف میزنم. من چه خودم هم هستم، مشکلی ندارم. من بله من ترسی ندارم، معلومه با ماسک و همه چیز. من دعوا ندارم با شما، شما داریم میگیم ما هموطن هستیم باید متحد بشیم. ما چرا برای ساقط کردن جمهوری اسلامی متحد نمیشیم؟ برای آوردن تروریست های سپاه متحد میشیم؟ بله بله، پدر بزرگ من یه بازنشسته است که هر دفعه میره ترسیده میکنه، داد و بیداد میکنه جلوی، که به خاطر اینکه نون نداره. شما وارد این پس چیه؟ پس حالا این چی جلوی کاخ سفید جمع شدن چیه؟ خب حالا این آیا حرکت سیاسی این مرتبط به سیاست آمریکا است دیگه که خب نه الان آیا این حرکت شما یه حرکت سیاسی هست یا نیست؟ باید از هم دور زندگی بکنم. چرا من باید از خانوادم دور باشم؟ چرا من دارم اعتراض میکنم؟ من شما اعتراض کنم من بیام شرکت کنم تو اعتراض؟ شما هفته قبل بود اینجور سفارت ایران، من شما رو ندیدم، ببخشید. ما این شما هم میدونید این یک حرکتیه برای جلب کردن انظار عمومی آمریکا که بگن که همه کسایی که توی سپاه هستن تروریست هستن. یه سری هم منم قبول دارم، بله خود منم امکان داشت که بیافتم سپاه، ولی مشکل من مشکل جمهوری اسلامی، مشکل سپاهی که داره کارهای تروریستی انجام میده. بله من بدون اینکه زبان انگلیسی داشته باشم اومدم اینجا. شما اینکه بگید ما سیاسی نیستیم بعد بیاین جلوی کاخ سفید جمع بشین خیلی متناقضه، ببخشید. شما دارید خون مردم ایران رو میشورید. همون سپاهی که شما دارید ازش حمایت میکنین الان داره مردم آبادان رو به رگبار میبنده.
برای اون چرا چیزی نمیگی؟ فقط خودتون و خانواده خودتون مهمید؟ من هیچ کدوم از شما ندیدم که برای مردم ایران حرفی بزنید. تهش داره میگه من برای داماد خودم، برای پسر خودم، برای برادر خودم میخوام. مشکل ما همینه که فقط به فکر خودمونیم. ما یه ملت متحد نیستیم، داریم کشور خودمون رو از بین میبریم با دست خودمون، با سکوت خودمون، با خیانت خودمون. اینم وضعیت کاخ سفید.